سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماریمان در برنامه های ایران فردا درودی ویژه دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک یک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب سشنبه 22 خرداد ماه ایرانی برابر با 11 جوان 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران شماره های امروز که بسیار انتخاباتی تر از نسخه های روز قبل آراسته شدن عملا سفارایی هاشون در سفه آرایی هاشون مشهود شده به نحوی از آنها بعضا تخریب ها رسانه های دسترستی مقداری حراسیدند از برجسته شدن نقش آقای در واقع پزشکیان و تصور میکن... با ادبیات خیلی خاصی به میدان اومدن که بخوام به اون بپردازم تا جایی که مجدد روزنامه جوان به هر روی مال صفای پاسداران هستش هشدار داد به شاره نگهبان که اصلا این تایید صلاحیت ایشان یا امری اشتباه بوده و حتی گفت اصلاح طلبان در پی یک فتنه جدید هستن خب با این زمینه و مضمون من خبرها رو آغاز میکنم همون که اشاره کردم روزنامه جوان که تریبون چاپی نهاد نظامیان سپاه پاسداران هستش در گزارشی تحت عنوان اصلاح طلبان منتظر شگفتی یا این اسم رمز فتنه دیگری است خیلی نکته مهمی بوده تمامی روزنامه های چاپ تهران رو در شماره دیروز که به نحوی از آنها به حمایت از آقای پزشکان برخواسته بودند دیروز و بعضی هم روز قبلش این یک شنبه رو برجسته کرده بود و به مسابه یک بولتن بریده نوع سفارایی این روزنامه ها رو در حمایت از آقای پزشکیان به مصابه اسم رمز فتنه رسانه ای دانسته بود سردبیر روزنامه جوان آقای غلام رزا صادقیان در بخشی از تحلیل خود در واقع حمله خود اشاره می کرد که اصلاح طلبان و افرادی مثل عباس عبدی چرا از همین حالا پیروزی نامزده خود رو در محله اول قطعی می دانند اگر میدانند که نمیتوانند با پزشکیان ساختارها رو زیر و رو کنند همچنان که با خاتمی و روحانی نتوانستند و فقط انتظار شکست او رو میکشند ولی به دلیل دیگری از همین حالا پیروزی قطعی او رو وعده میدهند این دلیل چیزی نیست جز دعوت به یک فتنه دیگر البته خب ببینید این تحلیلگر, این تحلیلگر هم درست میگه این تحلیلگر دست راستی هم در نقد اصلاح طلبان درست میگه درسته که اینها خودشون ذهنی زنگار زده و غیر دموکراتیک دارن اما واقعا اگر آقای عباس عبدی جریان های اصلاح طلب اگر نمیتوان زیل این نظام کاری کرد اگر قدرت ریاست جمهوری پایینه اگر رئیس جمهور نمایشی است اگر رئیس جمهور رو تدارکات چی میخوان چرا پس میایین شما این سوالی است که در افکار مطرح هست البته من معتقد نیستم که دنبال باشند باشن برخلاف این روزنامه ولی اینو معتقدم که به تئوری بقا به هر قیمت اندیشه میکنه در هر روی سردبیر روزنامه سپاه پاسداران این گونه نتیجه گرفت که این رفتارها بیشتر از هر چیزی نشان میدهد که اصلاح طلبان به اقلیت بودن خود باور دارند اگر اکثریت هستید و مردم به شما اعتماد می کنند و اگر قدرت اقناع مردم و کشیدنشان به عرصه انتخابات رو دارید دو هفته دیگر دندان روی جگر بگذارید و با رئیس جمهوری که منتخب اکثریت است به کابین جشن و سرور بروید چرا از همین حالا اسم رمز تقلب و آشوب می دهید این رسم اکثریتی عاقل هوشمند و متکی به خود نیست حالا من برای این پاسخ دیگری دارم خب به هر روی زمان خیلی محدود سالیان سالم اصلاح طلبان اینجا باز حالا جریان های اصلاحی و رسانه های اصلاحی به حق هم. من تحلیل منصفانه است جریان محور نیست اینو همینجا اعلام کنم این نقدی که روزنامه جوان به جریان های اصلاحی کرد جریان اصلاحی به حق هم. سالیان سال محرومند در رسانه نیستند در تلویزیون نیستند شبان روز دارن از سوی رسانه های اصلی تحت امر رهبری نظام سنگسار میشن ریگ میخورن حتی روحانی که ورژن اعتدالی اصلاحات هست مورد قذب نهادهای نظامی و شخص رهبری است رد صلاحیت شده نبود فرصت مناسب از دوم خرداد تا کنون طبیعتا یک شیب بیشتری رو یا یک اشتیاق بالاتری رو در اینها ایجاد میکنه که بخوان نمایندهشون رو بهتر بشناسونن به جامعه زمینی که آقای پزشکیان هم به هر روی اون تیپ شخصیتی نبوده که یک مثلا من چه, و... که چه کسی رو میتونم آقای زاکانی رو در حوزه شناخت افکار مومی بیش از پزشکیان چه بسا عمد بیشین شهروندان ایرانی بشناسن یعنی شناخت حد اکثری روی آقای پزشکیان نیست طبیعتا رسانه های از این دست با این شیوه ورود پیدا کردن حالا از اینکه اکثریت هستند یا اقلیت صبر کنن دو هفته دندان جگر بگذارن چیزی که روزنامه سپاه پاسداران از اینها خواست اتفاقا این نشان ترس نهادهای نظامی است کاملا مشهوده که با آمدن آقای به تعبیر پزشکیان که امروز دیدم خیلی تمام قد پشتش ایستاده بودن البته موازه ما نیست من کماکان انتخابات رو یک امری ظرفیت هفته برای رهبری جمهوری اسلامی میدونم و برادران و خواهران اصلاح طلبم تو ایران بسیار در مسیر اشتباهی هستن اگر کماکان گمان میبرن که مثلا با آمدن پزشکیان دوباره یک تنفس مصنوعی می میتون بگیرن علایه حال این بحث اصلی من نیست بحث من اینه که بستر این بازی انتخاباتی وجود داره و از همین الان جوان حراسید از همین الان وطن امروز هم ترسید کیهانم تنشش را شروع کرد اتفاقا گفتم وطن امروز برای من قابل توجه بوده تیتری که وطن امروز زده تحت عنوان کارنامه معیار است این روزنامه در این گزارش با طرح این سوال که چرا عمل کرد و سابقه کاندیده ها در مناسب اجرایی میتواند در راستی آزمایی وعده ها و جلب اعتماد عمومی مؤثر باشد به نحوی میخواست حوزه تقنین رو چه قالیباف رو چه آقای پزشکیان رو از و کارنامه مدیریت اجرایی دور کنه یک جوری تمایل به زاکانی نشان میداد و اون رو مصداق مدیریت اجرایی میدانست که مثلا کارنامه داره و میتونه پریزنت کنه در سوی دیگر انتقادها به شورای نگهبان هم به روزنامه ها کشیده شده بود هم علی لاریجانی نامه داده بود خیلی انعکاس وسیع داشت که میخوام به اون اشاره بکنم آقای صالحی که خودش وزیر فرهنگ و ارشاد دولت آقای محمد دولت آقای حسن روحانی بوده پوزش میخوام دولت آقای روحانی بوده در روزنامه اطلاعات به نقد شورای نگهبان پرداخت جایی که آقای صالحی مدیر مسئولی روزنامه اطلاعات سراحتا از عملکرد شورای نگهبان انتقاد کرد و با مقایسه تصمیمات این شورا در انتخابات 1400 و امسال در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که چقدر خوب بود مذاکرات و آرا در صلاحیت نامزدهای انتخابات علنی و شفاف بود ایشان عملکرد شورای نگهبان رو در انتخابات 400 با 403 مقایسه کرد و نوشت که عبدالناصر همتی در سال 1400 تایید صلاحیت شد اما امسال رد صلاحیت شد مسعود پزشکیان در 1400 رد صلاحیت شد ولی امسال صلاحیتش تایید شد البته خب این که دیگه در رابطه با آقای عبدالناصر همتی به نکر من اشاره کنم که اونجا گزارش های آن بوده که خود آقای گفت من تایید شما رو میگیرم چرا که کلا جریان اصلاحی کنار نشسته بود تا اب میدانداری کرده که بگه مثلا جریان های هم هستن که رسوایی برای جریان یک دست سازی شده یا رئیسی پیش نیاد که مثلا مگر هیچ رقیبی نبوده حداقل مثلا همتی نامی هم بوده حالا خوبه که جریان اصلاحی سراحتا از آقای همتی حمایت هم نکرده بودن اون ماجرا ماجرا امنیتی بوده نکته دیگر اتفاقا همین نقدی که آقای صالحی کردم که شخصی شخص همون شخصه زمانم خیلی زیاد نیست یه زمان چل ساله نیست چهار ساله مثل آقای پزشکیان در سال 1400 رد صلاحیت میشه برای منصب ریاست جمهوری سه سال دیگر تایید صلاحیت میشه نظر به تأثیر پذیری شورای نگهبان از قدرت و مراکز بالادستی اینجا نکته که میتوان به لحاظ تحلیلی به آن توجه کرد همانا اراده های همگون در ساختار شورای نگهبان فرمان پذیری از سوی کانون های اصلی قدرت هست به دفعات اشاره کردم این مطلب رو که وقتی آقای مسلحی نامی گفت من میرم شورای نگهبان رو قانع کنم علیه رفسنجانی اینکه که همین جوری نمیتونست بره تمامی ارکان نظام در رابطه به این اجماع میرسن که با فرمانی کارگزاری رو به سمت شورای نگهبان میفرستن علا یا حالا انتخاب آقای پزشکیان یا به تعبیری تایید آقای پزشکیان جدای از اینکه نقشه ای از سوی شاره نگهبان بوده باشه متضمن یک برنامه هم هست حالا این برنامه چه هست ده یا در خلال این برنامه ها یا در شبهای آتی من به اون اشاره میکنم به همین سادگی نیست همین جوری نباره که دستشون در رفته باشه فقط هم برای گرم کردن تنور انتخابات نیست نکات نهانی هست که حالا ما در خلال برنامه یا در طول شبهای گذشته این قول رو خواهم داد چرا که من دارم یک مطلبی رو تدوین می‌کنم برخی از کسانی که نزدیک بودن به آقای پزشکیان تماس‌های با این جانب داشتن مطالبی رو گفتن من بایستی پس از راستی آزمایی های تحلیلی بتونم اون رو به طور خوردتر در خدمت شما مخاطبان در معرض شما در واقع بگذارم و تقدیم محضر شما کنم در هر روی آقای صالحی در روزنامه اطلاعات اشاره کرده که اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی هم در هر دو انتخابات رد صلاحیت شدند اما علی رزا زاکانی و امیر حسین قاضی زاده در هر دو انتخابات تایید صلاحیت شدند خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر روزنامه های چاپ تهران که خیلی مطالب مهمی داشتند عملا گفتم به بسابه یک ستاد انتخاباتی دارن عمل میکنن این روزها مثلا روزنامه آفتاب یزد رو میبینم که با انتشار حتی آفتاب یزد با کمی تأخیر اطلاع رسانی کرده تازه خبر تایید صلاحیت ها رو تونست بده یه ذره تأخیر داشت و با انتشار تصاویر آقایان پزشکیان و پورمحمدی و جلیلی و زاکانی و قاضیزاده ی هاشمی و آقای قالیباف آن را آغاز ماراتون پایانی میدانست گزارش دیگری که در این روزنامه میدیدم مدعی شده بودن که قالیباف جزو شاکیان یاشار سلطانی و سبا آذرپگ نیست محضر شما بینندگان عزیز با یستی برسانم که خبرنگار حوزه مدیریت شهری که یه خبرنگار افشاگر هستش یعنی آقای یاشار سلطانی و خانم سبا آذرپگ گویی یا مجددا راهی زندان شدن که خب پیشتر گزارشهایی های حکایتگر آن بوده که شاکی اصلی آقای یاشار سلطانی همانا آقای قالیباف هستش و اما روزنامه سازندگی حمایت ظریف از پزشکیان عنوان گزارش اصلی این روزنامه بوده که بسیار باستاب داشت در سایر روزنامه هم همینطور این روزنامه اشاره میکرد که محمد جواد ظریف با هشتگ برای ایران حمایت خود از مسعود پزشکیان رو اعلام کرد و آقای پزشکیان هم گفته که من مدافع حق و عدالتم اگر امروز مشکلی هست برای آن است که حق رو به حقدار ندادن البته این عبارات که عبارات کلیه حق رو به حقدار ندادن یعنی چه؟ الان یعنی آقای سید علی خامنه ای با یک خط خاطره توسط رفسنجانی شده رهبر موقت الان 33 سال رهبر هست حق به حقدار رسیده آقای پزشکیان قدرت این رو داری که این سطح از قدرت رو نقد کنی دیگه ناحقی از این بزرگتر داریم 8 میلیون رأی در 88 جابجا میشه و برادر سید محمد خاتمی محمد رضا خاتمی تو دادگاه اسناد رو میکنه و حدود دویست انسان کشته میشه حق به حقدار رسید که شما قبول کردی زیل اون کشتار دوباره بیا نماینده تبریز در مجلس باشی نه شما هم سلامت نداری بحث از سلامت مالی شما مطرح هست که خب من اونو رد نمی کنم. اما مگه قراره که دزد باشی این این بای صلاحیت یک مدیر در سطح یک کشور میتونه باشه که پیشینه کیفری نداشته باشه که سرقت نداشته باشه که سالم باشه که دزد نباشه که اموالی رو به کسی سپردیم خیانت در اموال نکنه این, این خیلی نکته در واقع پیشروانه نیست این نکته حد است الا حالا روزنامه سازندگی همون گونه که اشاره کردم تمام مطالب خود رو به حمایت از آقای پزشکیان اختصاص داده بود اکبر منتجبی سردبیر این روزنامه نوشته بود که دیروز ستاد مسعود پزشکیان لبالب از زنان و مردانی شده بود که آمده بودند گوشه ای از کار رو بگیرند و به او در این وضعیت کمک کنند در آن شلوغی که در ساختمان تشریفات به چشم میخورد ناگهان زمزمه ای در گرفت ظریف از پزشکیان حمایت کرد خب از این که خیلی چیز مهمی نیست که دیگه زمزمه نیست و مشخصه که آقای ظریف از آقای پزشکان حمایت میکرد اینا همه جودهیه به تعبیر برخی دیگر حالا یک تحلیلی برادر آقای رفسنجانی داشت من وقتم نبود بره چون خیلی مطلب رو خب کنم آقای محمد هاشمی رو یادتونه سالهای سال رئیس سازمان صدا و سیما بود جذب آرای خاکستری عنوان گپ خبری این روزنامه بوده که محمد هاشمی به سه تا سوال این روزنامه پاسخ داد جالب بود نکته بسیار جالبی داشت البته بخشش غلط بوده من اون غلطشام هم می میکنم ایشون معتقده که یعنی آقای محمد هاشمی معتقده که اگر اصلاح طلبان بتوانند آرای خاکستری رو جذب کنند پزشکیان رئیس جمهور دوره 14 خواهد بود حالا منظورش چی از اینجا آمارش که غلطه بس اون نکته رو بخونم جالب توجه هست میگه به نظر شما آیا اصلاح طلبان می توانند در این دوره ریاست جمهوری آرای خاکستری رو جذب کنند اصلا آرای خاکستری چه هست و الان من میخوام توضیح بدم ایشون میگه طبق تجربه ظریف نفوذ او... طبق تجربه ظریف این رو من متوجه نمیشم منظورش اینه که طبق یک تجربه پیش در داشته که زرافت توش شامل شده یا اصلا اشتباه غلط اشتباه نگارشی شده در هر روی طبق تجربه اون ظریف رو من ور میدارم نفوذ اصولگرایان و اصلاح طلبان در جامعه تقریبا مساوی است این غلطه نفوذ اصولگرایان و اصلاح طلبان مساوی نیست نفوذ گفتمان گذار و گفتمان انحلال نظام دینی و بخشی از اصلاح طلبان بسیار بیشتر از اصولگرایان اصولگرایان به لحاظ معیار و محک پایگاه اجتماعی آراشون بارها اینو اشاره کردم همان هشت میلیون دوم خوردادن که با افزایش جمعیت در بازه های زمانی تغییر کردند. یعنی در زمان محمود احمد نژاد خانه پر دوازده میلیون میتونن باشن اما در شرایط استیبل با ثبات اصاره اصولگرایان که گفتمان اصولگرایی باشه نظام اسلامی رو و کرد و کار حاکمیت و علی خامنی وقت حمایت کنه همون هفت تا هشت میلیونه پس برابر نیست اما گفتمان تحول خواهی یا اصلاح طلبان اگه با همه اینکه میدونم تحلیل این بخش از مطلب شاید خوشایند خیلی نباشه اگر به طور برابر و بدون مزاحمت از سوی بیت و بدون موانع اصلاح طلبان بتونن بردمه هاشون رو ارائه کنن قطعا 15 تا 17 درصد جلوتر از گرایان هستن پس پایگاه مساوی ندارن با این پیش رو بودن اصلاح طلبان به اضافه اون آرای خاکستری که در دوم خورداد 17 تا 15 میلیون گزارش شده بود برنده اینها خواهند بود همین الانش هم اگر در واقع تریبون به درستی و برابر بشه بین همین نامزدها و پزشکیان نترسد از برند عنوان اصلاح طلب میتونه خیلی از معادله ها عوض بشه علا رقمی که این جانب مخالفه یک یک تحریمی هستم و مخالف انتخاباتم در هر روی آقای محمد هاشمی گفته که هر کدام از آنها بتوانند آرای خاکستری که نه اصلاح طلبند و نه اصولگرا رو جذب کنند پیروز انتخابات خواهند بود در این دوره اصلاح طلبان یک گزینه دارند که به نظر بنده فضا برای یک دستی رو ایجاد می کند اما طرف مقابل پنج گزینه وجود دارد که جز سعید جلیلی و غالیباف مابقی پوششی هستند این حرف شما البته تا حدودی زیادی درست, هست. درست هستش که متاسر من وقتم خیلی سریع تمامش فرهیختگان رو یک نگاه داشته باشیم یک جوری جست انتقادی محترمانه تر ولی انتقادی تمام داره فرهیختگان جریان راست میانه هست در طبقه بندی سیاسی سی. یعنی بخشی از تکنوکرات های دانشگاه آزاد نشین اما چشم به سفره قدرت در اون وجود دارن اما دیگه مثل حمید رسایی نیستن دیگه مثل وطن امروز نیستن اما خب بر نمیتابن آمدن یکی مثل آقای پزشکیان رو چون پزشکیان یک ویژگی های خاص خودش رو داره که من نمیخوام این اینجا بگم که رنگ و بوی تبلیغ برای ایشون نگیره اصلا نمیخوام وارد این مطلب من که اصلا عهد کرده بودم که از انتخابات چیزی نگم ولی خب چه کنیم که میبینم بخشی از افکار عمومی جامعه ایران و بخشی از رویداد و خبرها و نظرها به این رویداد گره خورده و این جانب هم امکان بی به این رویداد رو ندارم. ایو حضور شخصی مثل پزشکیان اصلا سایه ایشان اتفاقا طیف علی اکبر ولایتی ها و طیف صاحبان دانشگاه آزاد رو که روزی روزگاری از ید خاندان هاشمی رفسنجانی رو بودن اونها رو سخت به حراس وامی داره به انزمامی که آقای پزشکیان اساساً مردی است مشرف بر دو حوزه وزارت آموزش عالی و وزارت آموزش و بهداشت و درمان پزشکی این دو حوزه جنسن و سنخن آکادمیکه و اینجاست که میشه یک شکاف های بین دانشگاه آزاد که مثل یک امپراتوری آکادمی داره عمل میکنه با شخصیتی که من از آقای پزشکیان میشناسم شکاف های ایجاد بشه راستگیرایی از دنده چپ عبارتی بوده که بسیار ناقدانه خطاب به آقای پزشکیان نوشته بود در نقد به ایشون میگفت که مسعود پزشکیان اصلا چه ای برای اقتصاد دارید کاندیداهای اصلاح طلبان چه محدودیت ها و فرصت هایی دارد و اما روزنامه اعتماد دیگه همون گونه که اشاره کردم خواهی یک روزنامه تمام قد اصلاح طلب هستش و اصلا از دیروز اون رو دوم خورداد جدیدی دانست هشتم تیر ماه رو دومین دوم خورداد خانده بود که عبارت دوم خورداد گفتم خودش حامل بار معنایی است یادآور و بازآفرینی صحنه پیروزی ناگهانی شخصی بنام محمد خاتمی است بسیار تلاش میکنن که یک بازآفرینی مدل و مدلسازی تاریخی هم بکنن جریان اصلاحی تو این کار بسیار قدر و قهار هستند اما تا انتهای راه بایستی منتظر باشیم اصلا تایید ایشان مواجهه رهبری جمهوری اسلامی با ایشان محدودیت های احتمالی و یا خیر تصمیماتی که اشاره کردم اصلا آوردن ایشان چه بسا گفتمان اصلاحات از بالا رو میخوان در آستانه تعیین رهبری سوم پیش مهیا کنند و این امر لزومن از قالی باف و سعید جلیلی ها حتی معتمد باشن بر نمیاد همون چیزی که آقای تازاده به دفعات گفت که حتی همه نیروها و توان و ظرفیت رو شما به جریان اصول گرا بدید اینا از انجام کار ناتوانند و این نقطه است که آقای خامنه‌ای محتملا داره به اون تعمل میکنه چرا از پزشکان حمایت میکنم عنوان گزارش روزنامه اعتماد بود که گفتگویی داشت با آقای عباس عبدی که ایشون نتیجه میگرفت برای خودش که همین که بدانیم شانس و امکانی جدی برای انتخاب ما فراهم است که با یک رأی دادن مسیر کنونی رو تغییر دهیم این یک موفقیت بزرگ هستش در گزارش دوم همین روزنامه می دیدیم با این عنوان که کلونی های تخریب دست به کار شدن که همون گزارشی بود که من اشاره کردم به روزنامه جوان اشاره داشت و برخی از رسانه های دست راستی که تلاش دارن به نحوی از آنها همین الان تخریب آقای پزشکیان رو شروع کنن ضمن که اساسا به جریان اصلاحی به مسابقه یک جریان سیاسی حمله کردن که و حتی اونها رو متهم کردن که در صدد راهاندازی یک فتنه جدید هستن یک مطلبی رو خواستم اشاره کنم متاسفانه وقت نمیشه اما خب آ... علی لاریجانی کوتاه ببینیم که گزارش آرمان ملی هستش خیلی جالب بود اینها یک جوری وفاداری نشون میدن به علی لاریجانی گفتن پایان صبر لاریجانی علی متحری گفت خب علی مت... آقای علی لاریجانی شوهر خواهر علی متحریه داماد اونهاست به تبعی دختر آیت الله متحری رو داره علی متحری گفته که گزارش های شنیده که شوره نگهبان جایی گفته که چون میترسیم علی لاریجانی مسیر حسن روحانی رو ادامه بده ایشون رو دوباره رد صلاحیت کردن من این رو خیلی نزدیک به واقع نمی بینم اگر چون این باشد که آقای پزشکیان میتونه اندیشه های محمد خاتمی رو جاری و ساری کنه که 180 درجه با رهبری جمهوری اسلامی در تقابله و اینجاست که گفتم لایه های پنهان و نته های نهانی وجود داره که من در شب آتی با شما به در واقع در میان خواهم گذاشت من وقتم به انتها رسیده شوربختانه یک مطلب اجتماعی کوچک رو در نظر داشتم بگم همستر کابوس کارفرمایان که خیلی کوتاه بگم که ملتی را چنان مستعسل کردن که همستر همون بازی بیت کوینی رمز ارزه که حتما دیدید دستانی رو کلید کردن بر صفحه مجازیشان که از دل این جهان دیجیتال بتونن از این معدن دیجیتال پولی در بیارن و این مدل رفتار این مدل اینوالومنت درگیر کردن جامعه خود نشان از فروپاشی معلفه های اجتماعی شتابگیری در واقع استیصال و همینطور واماندگی یک جامعه هست که به درآمدی بی و بی مبنا چنان چشم دوخته و دل و دین باخته که گویا امکان استحصال و امکان در واقع تحصیل مالی در عالم متعارف رو نداره وقتی میبینه که سران نظامشون حاکمان و فرزندانشون به چنین فسادهای مشغولند و زرندوزی میکنند طبقه مستعصل و نسل پایین دست نیست ناگزیر دست به دیجیتال میشود که از همه سر کامبت پول استخراج کنه و با این مفتر وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا درودی دوباره در شانگاهی دگر و با تازه از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدر.